سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. لطفاً قبل از شروع اگر هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید. حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای متولد 14 دیماه 1318، نویسنده، مترجم و سخنران ایرانی در موضوعات عرفان، ادبیات، شعر و فلسفه هنر است. او در نقاشی و خوشنویسی هم آثاری داره. او دارای مدرک تحصیلی دکترای الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران می باشد و به دلیل تعاریف و سخنرانی ها سر زبان ها افتاده. حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای فرزند مهدی الهی قمشه‌ای و طیبه تربتی در 14 دیماه 1318 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی، متوسط و دانشگاهی را به ترتیب در دبستان دانش، دبیرستان مروی و دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران تا درجه دکترا به پایان برد و همچنین تحصیلات حوزوی رو نزد پدر و استادان دیگر دنبال کرد. پدر او فیلسوف، عارف، حکیم، مجتهد، استاد دانشگاه، شاعر و مترجم معروف قرآن بود. تحصیلات حوزوی او شامل دوره کامل دروس و مباحث اسلامی از جمله اخلاق، منطق، فلسفه و کلام، فقه اسلامی، زبان و ادبیات عرب، ادبیات فارسی با تمرکز بر شعرهای عرفانی همچون نظامی، مولانا، سعدی، حافظ و شیخ محمود شبستری است. دکتر الهی قمشه‌ای دارای تألیفات و ترجمه‌های متعددی است. مجموعی از سخنرانی‌های او که به زبان‌های فارسی و انگلیسی در سازمان‌ها و دانشگاه‌های داخل و خارج ایران ایراد شده، به صورت نوارهای صوتی و تصویری در زمینه‌های متنوع عرفان، ادبیات و هنر عرضه شده. جاذبه کلامش بسیار زیاد بوده و بر روی طیف وسیعی از مخاطبان داخل و خارج از کشور دارای اثرگذاری عمیقی بوده. الهی قمشه‌ای دارای همسر و دو فرزند، یک پسر به نام شاهد و یک دختر به نام شادی است. همسرش خانم پروین زندی دارای درجه دکترا در رشته علوم و صنایع غذایی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مؤلف و مترجم کتاب‌ها و مقالات زیادی در زمینه علوم غذایی است. خواهرش مهدی الهی قمشه‌ای متولد 1316، شاعر، محقق و مولوی پژوه، پس از مدت‌ها دست و پنجه نرم کردن با مشکلات تنفسی و ریوی، عصر شنبه در 19 تیر ماه 1395 دار فانی را وداع گفت. او از بهار عشق، منتخب اشعار، معبد عشق، مجموعه اشعار، کربلا وادی عشق، سروده مهدی الهی قمشه‌ای، بازسرایی مهدی الهی قمشه‌ای و خاطرات من با پدرم به جا مانده. حسین الهی قمشه‌ای هدف خودش رو آشنا کردن انسان‌ها، به خصوص جوانان و نوجوانان، با لذت‌های متعالی که از زیبایی، دانایی و نیکویی سرچشمه می‌گیرند می‌داند. او این لذت‌ها رو مائده‌های آسمانی و غذای روح می‌داند و معتقد است که همه جنگ‌ها و فسادها در عالم در اثر بی‌اعتنایی به این مائده‌های آسمانی است. لذات مادی از آنجا که دارای انواع محدودیت است، همیشه مورد نزاع و کشمکش و دستمایه جنگ‌ها و استثمارها و استعمارها بوده. لذاتی که نهایتاً به خور و خواب و خشم و شهوت باز می‌گردند. نظریه لذت‌های متعالی می‌کوشد که سطح لذات مردم را از فرود به فراز آورد و آن قلمرو زرین ادبیات، هنر و اخلاق است. آنجا بهشت است از آن که کسی را با کسی پیکار نیست. اگر همه مردمان چون سورن کرگگارد عاشق موزارت شوند باکی نیست و دوئلی نخواهد. اینجا فلک بی پایان و نامحدود است و همه می توانند هر آنچه نزدشان محبوب است با دیگران تقسیم کنند. هموار کردن راه رسیدن به این لذات از طریق ادبیات ارزنده کلاسیک هدفی است که الهی قمشه‌ای دنبال می کند و در آثار او منعکس گردیده. الهی قمشه‌ای تعداد زیادی سخنرانی به زبان انگلیسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی گوناگون دنیا از جمله دانشگاه‌های کمبریج، آکسفورد، اکستر، لندن، گلاسکو، کالیفرنیا، جورج تاون، هاروارد، پرینستون، استنفورد، ملبورن، مکوایر، مونتاژ، کوینزلند، بریتیش کولومبیا، سایمون فرز، آکادمی تمنوس،
انستیتوی گوته، وین و نیز قصر ورسای ایراد کردند. در ادامه فهرست منتخب عناوین این سخنرانی ها ملاحظه می شود. هفت داستان زیر هفت گنبد اثر نظامی، هفت شهر عشق عطار، سعدی و شکسپیر، گل و بلبل، موسیقی در ادبیات فارسی، هنر و حکمت داستان سرایی در مثنوی، حافظ و آثار او، سرمایه گذاری فرهنگی بر روی جوانان، دنیای شادی، شاعری و زیبایی شناسی در ادبیات فارسی، سیری در عرفان ایرانی، دیوان ناصر خسرو از دیدگاه زیبایی شناسی، محی‌الدین عربی و ابن فارز مصری، شبی با حافظ، اخلاق در علم و تکنولوژی، قرآن در ادبیات فارسی، شراب الست، یک و زیاد دایره وجود، رومی پیام‌آور عشق، اسلام و فطرت انسانی، مکاتب فلسفی و تعلیمات معنوی رومی، دین عشق، حجاب‌های خداوند، تمامیت انسان، پیکار مستمر انسان و دیو در شاهنامه فردوسی، سمفونی مولانا، قوانین هارمونی از دیدگاه فلسفی و زیبایی شناسی، جوهر واقعی اسلام، ابن عربی و ادبیات فارسی عرفانی، اخلاق فلسفی در آثار خواجه نصیرالدین طوسی، صلح و عدالت در اسلام، شاعری و پیامبری، اسطوره شناسی نوروز در ادبیات فارسی، عشق از دیدگاه رومی و تاگور. در ماهیت شعر، مجموعه سخنرانی های او در تمنوس آکادمی لندن بین سالهای 1994 تا 2013 درباره مولانا، عطار، نظامی، فردوسی، ابن عربی، شبستری، هارمونی و قرآن نیز نمایانگر اعتبار جهانی اوست. قمشه‌ای و همسرش پروین زندی در اسفند ماه 1381 به منظور عرضه معارف ادبی و عرفانی در ایران و جهان به صورت‌های مختلف اقدام به تأسیس مؤسسه فرهنگی هنری الهی قمشه‌ای کردند که اینک با همکاری خانواده و دوستان ایشان به فعالیت خودش ادامه می‌دهد. این مؤسسه تنها مرکز رسمی ارتباط با الهی قمشه‌ای و هماهنگی برنامه‌های اوست که در نشر آثار صوتی و تصویری، به روز کردن سایت رسمی، آماده سازی آثار مکتوب، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و آپارات، پاسخگویی به سوالات و پیشنهادهای رسیده و موارد دیگر فعالیت دارد. دکتر الهی قمشه‌ای با بسیاری از سازمان‌های خیریه کشور از جمله مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک، آسایشگاه خیریه کهریزک، مجتمع نیکوکاری رد، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان بیمار و بی‌سرپرست جوانه همکاری فرهنگی دارد. گفتنی است که اخیراً خبری در فضای مجازی منتشر شده بود که حاکی از فوت شدن دکتر حسین الهی قمشه‌ای بود. گویا اخیراً الهی قمشه‌ای 82 ساله به علت بروز مشکلاتی در بیمارستان بستری بود. اما در پی انتشار این اخبار از سوی رسانه‌های داخلی، یکی از بستگان الهی قمشه‌ای خبر فوت او را تکذیب کرد. افشین اعلا، داماد مهدیه الهی قمشه‌ای، خواهر حسین الهی قمشه‌ای، درباره خبر درگذشت حسین الهی قمشه‌ای که در فضای مجازی منتشر شده بود گفت: خبری که درباره فوت حسین الهی قمشه‌ای منتشر شده صحت ندارد و ایشان در حال حاضر حالشان خوب است. برای ایشون آرزوی سلامتی میکنیم. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنیم. میتونید نظرتون رو در زیر همین ویدیو در قسمت کامنت برای ما بنویسید. یادتون نره که اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.